بعدشم نکته دیگه باید به شما بگم که آقای ملعون، شمایی که داری مثلا میگی وای ایرانیا کشته شدن و فلان اینا، برای اینجور افرادم بالاخره ابراز تأسف میکنی یا بابت مرگشون ابراز خوشحالی میکنی یا نه؟ نمونهش رستم فرخزاد، به به رستم فرخزاد چه آدمی. کشتن و تجاوز به ملکه ایران، بریم با هم نگاه بکنیم. تجاوز به آذرمیدوخ شاه بانوی ایرانی توسط 201 نفر، ببینیم چه اتفاقی افته. مثلا این کیه؟ این همون کسی که رستم فردوسی ازش در میاد؟ نمیدونم من. کشتن و تجاوز شما میدونم؟ نه آقا نه. اوکی. تجاوز به ملکه ایران، بریم با هم نگاه بکنیم. تجاوز به آذرمیدوخ شاه بانوی ایرانی توسط 201 نفر، ببینیم چه اتفاقی افتاده تو اینجا. تاریخ میگه سپس رستم فرخزاد یکی از فرماندهان ایرانی با سپاهی به پایتخت حمله میکنه. رستم فرخزاد و 200 مرد حبشی از آذرمیدوخ کام ستاندن، یعنی بهش تجاوز کردند و سپس دست و پای ملکه را بریده و میل در چشمش کردن، کشتنش. دوباره رستم خیلی خوب بود، آدم خیلی پهلوانی بوده. نه عزیز من ببین، همون میگه همون رستمه، میگه رستم خیلی پهلوان بوده. این همون رستم که فردوسی کردش، رستم فردوسی منظورش همونه؟ یعنی یک شخصیت واقعی که بعدن اسطوره شد این اون نیست؟ به نظر میرسه که اونه. نمیدونم واقعا، بکنم همونه. بچه هم میگن بابا یکی تو یوتیوب برم میگن نه آرمین، یکی دیگه میگه بابا خودش. آره همونه. میگن بله همونه. آها بچه ها میگن همونه. اوکی. خب پس میگن که مثل که رستم پهلوان به ملکی تجاوز کرده، بعدم میله تو چشاش کرده. یا نه آرمین اون فرق داره. بچه ها میگن فرق، اینقدر نه زیاد نگو بلاکت میکنم و نه پشت سر هم بگید چیزه. بچه ها خب این که فرق میکنه که من میدونم فرق میکنه، معلومه که فرق میکنه. رستم توی فردوسی چیزه، توی شاهنامه که اسطوره است، اون که وجود خارجی نداره، ولی بر اساس یه شخص بوده. آیا اون شخصه این رستمه بوده؟ میگن فرمانده لشکر ایران تو نبرد قادسیه است. خب میدونم که این رستم دقیقا اون رستم نبوده، ولی آیا الگو برداری از این شده بوده؟ میگن شاهنامه دو تا رستم داشته، یکی رستم دستان و دیگری رستم فرخزاد که آخر شاهنامه اومده. اوکی. خیلی خب پس میگن این رستم اون رستم نیست. بعضی میگن بله، بعضی میگن نه، مثلا کسی نمیدونه. رستم خیلی خوب بود، آدم خیلی پهلوان. اگه این رستم اون رستم نیست، ما چرا باید الان مثلا ببین، من که خودم چیز نیستم، ملی گرای تعصبی که نیستم که بیام بگم اوه رستم شاهنامه، نه تو توهین نکنیم به رستم شاهنامه. خب ولی حتی اگه ملی گرای تعصبی هم بودم، اگه این رستمی که این داره میگه اون رستم نیست، این الان باید به کی بر بخوره؟ برای چی باید به کسی بر بخوره؟ من فکر می‌کنه داره میاد مثلا مقدسای ملی گرایان رو میزنه، بعد حتی یه کسی هم پیدا نکرده که مثلا برایشون مثلا یه حالت مقدس داشته باشه. اگه این رستم اون رستم اصلی نیست، برای چی مردم باید بهشون بر بخوره؟ کشتنش. دوباره رستم خیلی خوب بود، آدم خیلی پهلوانی بوده. نه عزیز من، این بوده رستم فرخزاد. خودتون به خودتون رحم کردید، اینا اسطوره های شما هم دیگه. این واقعا اسطوره کسیه؟ کجا رفت اون آقای تاریخ شناس ما؟ چی شد؟ فکر کنم رفت پایین. حالا ببین، این که اسطوره هست یا نیست الان مسئله نیست، مسئله اینجاست که ما اگرم چیزی رو توی رفت پایین، فکر کنم مایک نداشته، اگرم چیز بوده، اگرم به نظر من برفرض دو تا رستم هم همین باشه، ما اینو به عنوان یک داستان، نه به عنوان شخصیت واقعی زیباییش رو دوست داریم. ما اگه ضحاک رو دوست داریم، صرف چی میگم ضحاک، داستان ضحاک و ماربدوش رو دوست داریم به خاطر عدل اتفاقی که دقیقاً افتاده که دوست نداریم، که به خاطر زیباییش دوست داریم. خود فردوسی هم ادعا نکرده که تاریخ ایران رو عین به عین آورده، بلکه به صورت اساطیری آورده. حالا من از کارن که تو این زمینه تخصص داره بچنه میپرسم اینو دقیقش رو، به تا آخر همین برنامه خدمتتون میگم که این به چه شکل بوده قسمتش این دو تا رستم. آره ببین، هادی هم ری لایو چت یوتیوب میگه که آرمین این اخونده داره فکر میکنه که همون رستم اشتباه گرفته. خب
یعنی فکر کنم داره سعی میکنه بیاد نشون بده که مقدسای شما هم چی بودن، آدمای عوضی بودن، یعنی همون مغلطه پس تو همچه میخواد بکنه، ولی شاید فکر کنم بدجوری گند زد. ولی اگر هم همون اون رستم هم بوده بازم چی؟ مگه آقا اینا اسطوره است دیگه، آدم اسطوره میخونه که لذت ببره از اسطوره، نه که اینا رو بیاد بکنه پیغمبر ایرانی ها که نیست که اینا که چیز نیستن، اینا که الگوی اخلاقی که نیستن، اینا داستانن. حالا تو داستان تازه حتی یه شخصیتی که قهرمان هم باشه باید اتفاقا یه کارای خیلی اشتباهی هم بکنه که داستان بودنش خیلی سیاه سفید نباشه که همه خوب با همش کار خوب. یعنی شما دارید یه از تاریخ و برای همین هم این تاریخ و فرهنگ و نباید مقدسش بکنی، برای اینکه تاریخ سیاه‌سفید نیست، تاریخ خاکستریه، و وقتی شما تاریختون رو مقدس میکنین اون وقت این آخون میخواد بیاد به شما گیر بده که بیرون، یعنی همونجوری که فهم میکنه که بهش به اینا برمیخوره وقتی به مقدساشون حمله میکنین، این هم میخواد بیاد مثلا چه میدونم یه سیخی تو چش شما بکنه که بیاد مثلا مقدساتون رو پیدا بکنه که مثلا اونا رو بزنه که شما هم حساسیت. ولی این خیلی چیزها از لحاظ هم تبلیغاتی که گفتی واقعا براش ضرر داری همچی کاری، یعنی قشنگ اون تئوری که میگن آخونده نمیدونم ضد ایرانی هن و فلان اینا رو این قشنگ داره تبیین میکنه خیلی خوشگل. من نمیگم این درسته و رستم پهلوان و فلان و افتخار کردم بهش و اینا رو شما نمیشناسید اراجیف اینا، ولی بالاخره یه عده ایرانی به اینا افتخار میکنه و اینم داره اینا رو میزنه. خب بذار که آخونده همینجوری منفورتر بشن. میگم آره میگم، یعنی به ضرر خودش کاری که داره میکنه، احمق نمیفهمه. آره بچه ها منم همین میگم، این کانال رو لطفاً برید حمایت بکنید، بزرگ بشه، این آقای پولی در بیاره از کانالش، خب که همینجوری بیشتر برنامه سازی بکنه. این حتما برید ازش حمایت بکنید. اسم کانالش هست شیخ مصطفی محمدی روی یوتیوب، برید حمایت ببین براش کامنت بذارید، لایک بکنید، دیسلایک هم بکنید به نفعش هم هست، دیسلایک بکنید، کامنت حتی اگه میخوای مثلا بشم بخندید به نفعش میشه، برین کامنت بذارین کانالش روش میکنه. بریم جلو. پابل ملکه خودتون چرا شما رحم نکردید؟ 200 ملکه خودتون بابا، ما ملکه نداریم، اون مال عهد بوغه. یه لحظه من اینو بگم آرمین، چون مهم حالا واسه قبل بودن از کار این که تخصص داره تو شاهنامه شناسی پرسیدم، گفت کاملا متفاوته رستم فرخزاد با رستمایی که تو شاهنامه بهش اشاره شد. اوکی اگه کاملا متفاوتن بس چرا من حتی اون ملیگرای تعصبیشون هم نباید بگم به تخمم که یارو بد بوده؟ مگه ما قرار بیام حمایت بکنیم از هر کسی توی تاریخ ایران؟ هر کسی ببین تاریخ چند هزار ساله ایرانو این فکر میکنه کسایی که مثلا ببین ما که تعصبی به تاریخ نگاه نمیکنیم، ما بذار کنار، اونایی هم که تعصبی به تاریخ ایران نگاه میکنن اونا هم نمیان بگن که همه آدمایی که تو تاریخ ایران بودن همشون خوب بودن، هیچ کدومشون هیچ جرمی، هیچ تجاوزی، هیچ کشت و کشتاری، همشون پاک و اینا. تا قبل از اینکه خیانت یا عالمه خیانت داریم تو تاریخ ایران که همین آره نه نه نگو توهین نکن نوید، ما تا قبل از حمله اعراب همه ایرانیان پاک پاک بود، معصوم بودن، هیچ کدومش هیچ کاری اشتباهی نکردن، بعد از حمله اعراب بود که اینجوری شد. حالا ببینیم. البته همین رستم فرخزاد هم روایتایی هست که خیلی رشادت کرد در مقابل اعراب و نمیدونم خیلی خوب ظاهر شد و به اونم افتخار میکنم البته. بچه هم این فنات روی یوتیوب دارن به من گیر میدن که چرا نمیذاری نوید حرف بزنه. ببخشید میذارم نمیدم ای شما هم دیگه یاران نوید نباشید، لازم باشه همه رو ساکت میکنه خودش حرف بزنه. من فکر کنم بعضی رو نوید کراش داره. حالا بریم جدا. خودتون به خودتون رحم کردید، اینا اسطوره های شما هم دیگه. پابل ملکه خودتون چرا شما رحم نکردید؟ 200 مثلا این ملکه رو کی بود؟ اصلا شما میشناختین این ملکه رو که معلوم باید مثلا ملکه؟ نه من فقط میدونم رحم نکردیم بهش. این میگه که ببینید شما که اینا براتون ما هم رحم نکردیم. ما نبودیم. ما شخصا ما بودیم تجاوز کردیم به ملکه. عجب آدمای پوفیوزی هستیم ما واقعا، چه زشت. بچا خجالت بکشید همه تو لایو چت ببینید چیکار کردیم. نویدو که بهش کراش دارین به ملکه تجاوز کرده. آره بچه ببینید چقدر شرم. وای ببین تعمیم این چیزها، این گیلت بای اسوسییشنه. خب یعنی شما رو
نسبت میدن به یه گروه، یعنی چون مثلا ملیگره ها مثلا تاریخ ایران رو دوست دارن، این الان شما رو همه رو کرده توی یه گروه و کاری که بعضی از اعضای توی این گروه کرده رو داره نسبت میده به شما. یعنی یه سری آدمایی تو تاریخ، ببین استدلال رو ببین، ببین مرحله به مرحله. خب توی تاریخ ایران یه جایی یه سری آدمایی به ملکه تجاوز کردن، اوکی؟ این سقراش، کبراش، شما تاریخ ایران رو دوست دارید. خب سقراش این بود که یه سری یه تو تاریخ این اتفاق افتاده، کبراش اینه که شما یک شما تاریخ رو دوست دارید، نتیجه ببینید شما چه آدمایی هستید، شما به ملکه خودت تجاوز کردید. ما چیکار کردیم؟ آره دیگه، شما که تاریخ ایران دوست دارید، تو تاریخ ایران یک کسی یه جا به ملکه تجاوز کرده. پس ببین شما چه آدمایی هستین؟ بله، این استدلالای آخوندی به این میگم. بعد این آقا کلاس چیز داره، مغلطه داره رو کانال یوتیوبش. نفر ریختید سر یه دونه زن؟ ریختید که خودتون چطور رحم کردید؟ اینا اسطوره های خیلی جالب. گوش کن بچه‌ها، من به مادر میگه بچه‌ها، شرم به همتون. رستم خیلی خوب بود، آدم خیلی پهلوانی بوده عزیز من، این بوده رستم فرخزاد. خودتون به خودتون رحم کردید، اینا اسطوره های شما هستند. من این آرمین بیا کلاس های آموزش و مغالطه هم داره این آقا محمدی. خب آره، بعد بهش گفتم تو دیدی؟ آره تو لایو بهش گفتم آقا شما خودت نمونه، به قول معروف اگر کسی بخواد نمونه مغلطه تعمیم به کل رو مثلا بگه چیه، فقط کافیه شما رو بشناسه. یعنی اصلا مقاله تعمیم به کل و گویا شما ساز از رو شما به دست آوردن انقدر که این کار رو انجام میده. حالا بیاییم بزن میگه، بزن میگه، گوش کن. به ملکه خودتون چرا شما رحم نکردید؟ به ملکه خودتون شما چرا رحم نکردید؟ ببخشید. 20 نفر ریختید سر یه دونه زن؟ 200 نفر ریختید شماها، 200 نفر ریختید سر یک زن. لعنت به ما، لعنت به ما. ازش رابطه گرفتید؟ وای 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 وای. برای اینم عزاداری میکنی؟ برای اینم ابراز تأسف میکنی؟ آرمین واقعا من از طرف تمام تاریخ دوستان ایرانی از همه از نماینده همهشون میشم و از اینجا الان معذرت میخوام که زدیم ملکه ایرانی رو متجاوز کردیم بکنیم. اما دومیش شهربراز فرمانده ساسانی، این آدم چیکار میکنه؟ کشتن شاه ساسانی و تجاوز به زنان ایرانی. بریم ببینیم چه کار کرده این آقای شهربراز. این آقا که من نمیدونم شهربراز خب الان کیه مثلا برای شما ملیگرا، ما اینجا داریم ملیگرای تعصبی، آیا این مثلا آدم مقدسیه برای شما؟ الان مثلا میخواین یقه پاره بکنی که یکی کسی داره به این توهین میکنه؟ الان مشکلتون چیه؟ ببینیم چه کار کرده این آقای شهربراز. این آقا به شهربراز توهین نکنی ها، خط قرمز ماست، ما ملیگر ما ایران دوستا، اینو توهین نکن، این هیچ، نه این برای ما خط قرمز، نکن این کارو. که فرمانده و شاه معروف ایرانی زمان ساسانیانه، هنگامی که برای کسب پادشاهی و طمع قدرت با سپاهی به تیسفون مرکز خلافت ساسانیان میتازه، خودشون به خودشون حمله کردن، به ما چه، بزرگان زیادی رو میکشه و به زنانشون تجاوز میکنه و سپس شاه ایران اردشیر سوم ساسانی رو به قتل میرسونه. این کار اعراب بوده، کار خالص مثل محمد، دقیقاً مثل حضرت محمد، بزرگان زیادی رو میکشه به زنانشون تجاوز، این حضرت محمد سلام الله علیه و آله و سلم. آره فقط فرقش اینه که این الگوی اخلاقی هیچکی نیست. یعنی این کاری که تو الان داری گیر میدی همون کاریه که محمد میکره، فرقش اینه که هیچ کسی اینو الگوی اخلاقیش نکرده، ولی محمد شما الگوی اخلاقی 2 میلیارد نفره. مشکل اینه، مگر خب من نمیدونم رفته تو تاریخ گشته، تو تاریخ چند هزار ساله ایران رفته بگرده که مثلا پیدا کنه که آدمو کاری بدی کردن؟ تو فکر می‌کنی ما نمی‌دونیم که مثلا تو چند هزار سال تاریخ ایران، فکر می‌کنی مثلا ما تصورمون این بوده که مثلا کسی کار بدی نکرده تو این چند هزار سال؟ تو چند هزار سال همه گول بوده. آخه چون خودشون اینجوری هم دیگه آرمین، مثلا میگن اماما و پیامبر ما هیچ کار اشتباهی نکردن، فکر می‌کنن حتما شما هم مثل اونا فکر می‌کنیم. بعد یه تناقضی هم آخه داره این حرفش، همش داره تو این حرفی که میزنه میگه سپاهیای اسلام انقدر خوب بودن که مردم ایران به اونا پیوستن و از سپاهیان پیوستن. خود همین آقا مصطفی محمدی
بارها 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 گفته که آقا اگر عربا به میگم عربا واسه میخوام اگر مسلمونا به ما حمله کردن که مسلمونا نبودن عمر بوده، همون قد که شما بدتون میاد از کسایی که به ایران حمله کردن ما از شما بیشتر، اینا قاسمی، اینا خلافت امیرالمومنین. سر قد چه دوباره این بودن فلان بودن بیسار بودن، بعدن رفتن تو سپاهیان مسلمونایی که اینا قبلا میگفت اینها بد بودن. اصلا یکی از دلایل علاقه ایرانیان به شیعه من چیزی که شنیدم از استاد مشیری این بود که به خاطر همین قضیه بوده که مثلا یه معادل تحریف شده ای از اسلام دارن که اون دسته ای که حمله کردن به ایران و ظلم کردن انگار با اینا نبودن، ولی الان داره اونا رو. آقا من کارن رو آوردم بالا، این دیگه اصلا خط قرمز کارن رو. آره. من خواهش کردم ازش بیاد واسه همین قضیه شهبراز میشه کاره. آره درود، عرض ادب بهتون، درود بر میگی، درود بر خدمتتون. عرض کنم که 4 تا سپهسالار بودن، به 4 قسمت تقسیم شده بوده کشور، یکیش همین رستم فرخزاده، یکی شهران برازه که اصلا لقبش گراز بوده راستیتش در فتح. خدمت بلندتر شهران براز یا براز یا اصلا لقبش گراز بوده. گراز کارش تخریبه و اینکه خیلی سریع یه جایی رو میتونه فتح بکنه، خیلی سریع میتونه یه جایی رو یه لشکری رو مثلا نابود بکنه، لقبش گراز بوده. و اینی که میره این آقا داره دروغ میگه. خدمت عرض کنم این شهران گراز با توجه به اینکه توی از خاندان بهرام بوده، از خاندان بهرام چوبینه بودن این افراد، مال شهر ری بودنه، دشمنی داره با خسرو پرویز. زمانی که سپهسالارش میشه میره با ورژن کوتاه‌ترش، ورژن کوتاه‌ترش رو بگو که بتونیم این ویدیو رو تموم کنیم امروز. اوکی، این آقا داره دروغ میگه، این که رفته با اسلام، این آقا در مورد این داره دروغ میگه، خلاصش اینه. اوکی ولی نه، ببین تو بهت برخورده دیگه، این مقدسات تو زده تا الان نمیتونی تحمل بکنی، دست گذاشته روی جای حساس برام داره. بله بله خیلی حساسه. نه ولی به من هنوز برام خیلی جالبه، رفته گشته فکر میکنه مچ ما رو گرفته، فکر میکنه رفته یه چیزی کشف کرده، رفته مثلا دیگه به ایرانی ها بعضی هاشون کارهای بد کردن، الان ما باید شوکه بشیم و او بچه ها اونایی که تاریخ ایران رو دوست داشتین میدونستن که بعضی از ایرانی ها در طول تاریخ کارهای بدی کردن، الان مقصدتون گذید، الان همتون باید تجربه به همه چی رو بذارین کنار دیگه، برگردید به اسلام. خب یا اسلام داریم یا همه تاریخ اسلام همه معصوم بودن، همه پاک بودن و هیچ کار، تاریخ ایران میگم، همه هیچ کار بدی نکردن. نمیدونم یعنی چی، فکر میکنه ما الان باید چی بگیم به این؟ بذار ببینیم حالا فکر مثالای دیگه شاید بهتر بشه. ببین ولی چقدرم کم تونسته پیدا بکنه، یعنی ما مثلا ارتش ایران نداشتیم که مثلا من فکر کردم اگه بره بگرده پیدا بکنه مثلا یه نسل کشی یه چیزی نداشتیم. مثلا مثال بهتر کردن، یه مثال بهتر به آخونده نمیتونی معرفی بکنی که نشون بده، یعنی از شاهان ایران بغیر از مثلا یه کسی بیاد به ملکه تجاوز بکنه یا یه کسی بیاد مثلا زنای یه کسی رو بگیره بده به کسای دیگه، مثلا در حد کارهایی که این مسلمان خودشون ادعا میکنن کردن توی کتابشون، مثلا نسل‌کشی، مثلا یه روزی مثلا اون موقعی که یهودی ها رو 300 تا، چند تا یهودی رو توی یه روز کشتن؟ 300 تا بودن؟ 700 بنی قریظه. او آره آره بابا اینا که چیزی نیست، همون یکی دو نفر رو یه جا زدن کشتن، اوکی خیلی بد، ولی خب در حدی که 700 نفر رو در یک 700 آدم بیگناه رو در یک روز سرشون رو بزنن، در این حد داریم که شاهان ایران نه، نه در جنگ بودن که حالا کشت و کشا در جنگ بوده، ولی این که مثلا در اسارت چه چیز نه نه نداره. حداقل من سراغ حداقل ندارم. اوکی اوکی اوکی. ببین شاهان ایران که معلومه که بی‌رحم بودن، خب شاه باید شاه تو تا شاه مهر نمیدونی که شاه‌ها کارشون بی‌رحمی بوده، یه قسمتی از پورتفولیو چیزشون رزومه‌شون بی‌رحمی بوده، خب شاهی دیگه، شاه‌ها این کارا رو می‌کردن. خب ولی دیگه نه در حد این که مثل این چیزی که مسلمان‌ها خودشون برای تو تاریخ خودشون میگن که 700 تا اسیر، نه تو جنگ داری می‌کشی ها، 700 نفر اسیرن و سرشون رو دور، یه روز بوده یا سه روز؟ فکر کنم تو سه روز طول کشید یا یه روزه بوده.
یه مطلبی بگم در مورد این وایس، من حرفم تموم نشده، یه مطلبی میخوای بگی؟ آه من میگم 700 نفر رو تو یه روز یا سه روز یادم نیست زدن، کشتن، سراشون رو یکی یکی بریدن، در حدی که علی میگن دستش خسته شد. خب یعنی مردم میان گریه میکنن که به خاطر سر زدن علی تو اون روز که کاش کمک میکرده دلشون میسوزه برای دست علی که خسته شد در اون روز، در این حد سر داشتن میزدن. و زنها و بچه ها رو میفروشن، محمد میاد زنها و بچه های این یهودی ها رو میفروشه به عنوان کنیز و کنیز جنسی و پولش رو خرج اسلحه میکنه، خرج اسلحه جنگی میکنه. خب ما همچین جنایتی کم نه تنها تو تاریخ ایران کم داشتیم، کلا تو تاریخ کم داریم یه همچین جنایتی رو. بگو کرن. یه روایتی هست در مورد شاپور زولکتاف، یه روایتی هست، حالا اینکه چقدر سندیت داره من واقعا نمیدونم، که زمانی که حمله میکنه به همین شبه جزیره عربستان، آخه اینا هی حمله میکردن، میومدن غارت میکردن و برمیگشتن، هر چند وقت یه بار این اتفاق میافتاده. در زمان شاپور زولکتاف یه روایتی هست که این حمله میکنه به اونجا و بعد از اینکه فتح میکنه تعداد بسیاری رو این طناب و زنجیر مثلا از تو کتفاشون رد میکنه و مثلا به اسیر میره، ولی این یه روایتیه، چیزی اگر که واقعی باشه من ندیدم در موردش، یه روایت فقط. اوکی بریم جلو. ایران اردشیر سوم ساسانی رو به قتل میرسونه، کار عرب بوده، کار خارجی ها بوده، اون خودشون بوده. آره خودشون بوده، مگه فکر میکنی بله ایرانی ها جنایت میکردن؟ مگه ایرانی که معصوم نبودن؟ بله جنایت میکردن. ببینی برای اینا بعد ابراز تاسف بکنی، وای 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 وای، باش باش، میخوای ابراز تاسف بکنیم؟ باش میکنیم ابراز تاسف. من الان بچه این تاسف من دارم ابرازش میکنم، چرا نکنیم؟ یکی هر کسی زش کش کرده من متاسفم. وای 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 بچه ها، من اتفاقا امروز چیز سیاه هم پوشیدم، آماده این بودم سینه بزنیم برای ملکه ایران، اینا بگن راضی بشن. نمیدونم بلدیم بعد چی کار کنیم. الان من ببین همه رو به طور کامل بلانکت همه رو کاور میکنم، خب گیازی به بعد این یارو راضی شه. من برای همه آدمایی که تو طول تاریخ زجرکش شدن همین الان همه رو یک بار ابراز تاسف ابراز کردم، تموم شد رفت. خوبه؟ نه ابراز تاسف نه، که باید ابراز شرمندگی هم بکنی بابت اینکه ایرانی هستی. نه دیگه من شرمندتم، من نبودم، من نبودم، باور کنید من نبودم، ولی سیاه پوشیدم امروز، اتفاقا برای همین سیاه پوشیدم برای ملکی ایران. شهربراز با 6000 به طرف پایتخت روانه شد، آنگاه با حیله به شهر در آمد و بزرگان پارس را گرفت و کشت و زنانشان را رسوا ساخت و پادشاه اردشیر را نیز کشت. بعدش هم اومد به شاهی رسید. این خیانت ها رو آدم کجای دلش بذاره؟ من برای اینها باید افتخار بکنم آقای به اصطلاح دار. میگه مگه علی و حسین و حسن رو کیا کشتن؟ اونم که ایرانی ها نکشتن، خود عرب و خود مسلمان ها کشتن. راست بگیر اونو کجای دل بذاره؟ مگه آره آقای مصطفی محمدی علی رو، البته اینا میگن علی رو، علی رو میگن خیلی دوست دارم بگن یه ایرانی کشته، ولی خب این توهمای امید داناییه. خب ولی آره حالا البته چیزه، عمرم میگن ایرانی کشته، ولی خب عثمانو که خود میگه، حالا من بچه‌ها من میگم خودتون، خب من دارم مقاطع خودش استفاده میکنم، ولی اگه اصطلاح این آخونده رو استفاده بکنیم پس من باید بگم که شما هم اصلا تو خودت محمدو کشتی. محمدو کی؟ اون زنش عرب بود یا نبود؟ یعنی مسلمان بود، عرب که نه، مسلمان بود، درسته؟ محمد چی؟ حضرت محمد؟ بله محمد، مگه زنش با سم غذاش نریش که بعد نه باسه. حسن رو میدید، حسن رو داریم که... نه بابا محمد هم... نه بچه ها محمد پیامبر اسلام؟ بله بله محمدم. آقا به مرد طبیعی مرده آقا. نه چند سال قبل از مرگش زنش تو غذاش سم ریخت خورد، ولی قورتش نداد، توفش کرد، ولی از اون به بعد همیشه مشکل داشت و بعدش هم مرد. یعنی چندی سال رادیو اکتیویت زده. نه محمد هم بود چی؟ قورتش هم چیز بوده، میگم بله ترور ناموفق داشته. بله بله او بچه ها، پس من یه چیزی میدونستم در برای تاریخ اسلام، شما نمیرسیم یاد بگیرین از من. بله
که به مرگ طبیعی هم مرد، خیلی از شیعیان معتقدن که یک زن یهودی کشته پیامبر رو به وسیله سم. آه اونم یهودی بوده، پس این نمیشه. خب ببینیم کدوماشون رو حسین و حسین و یزید، یزید مسلمون بود. خب پس شما شما حسین، وای حسین کشته شد، تو هم کشتیش مصطفی. امام رضا، امام رضا هم معاویه مسیز مأمون مسلمون بود کشت. آره شما کشتید، شما مسلمونا حسین رو کشتید. خب اگه به ما داره میگه ما ایرانی ها یه شاهمون رو کشتیم، ملکمون رو تجاوز کردیم، پس بر اساس این استدلال خودت، تو شخص خودت اصلا حسین رو کشتی. خجالت بکش. بریم جلو. دانا که نادان هستی، سواد درستابی هم نداری، فقط داری دروغ میگی. اما اینکه هیچ، به به، رسیدیم خدمت انوشیروان به اصطلاح عادل. انوشیروان که میگن خیلی حاکم عادلی بوده. وای وای وای، کشتن صد این وای 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 هش خیلی بله. وای 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 وای، یه بری یه بری. شیروان که میگن بچه ها داره برنامه میزنه. بچه های بچه این خیلی کاری بدیه. خیلی زشت بود، خجالت بکشی. آخ آخ، خدمت انوشیروان به اصطلاح عادل. انوشیروان که میگن خیلی حاکم عادلی بوده. وای وای وای، کشتن 100,000 ایرانی، صد هزار ایرانی ایشون کشته. و البته کشتن 100,000 تا واقعا کشته؟ 100,000 خیلی بوده. آیا کسی اینو تایید یا تکذیب کنه؟ کارن 100,000 تا درسته کارن؟ کارن کارن بود. در زمان چیز، در زمان انوشیروان یه حادثه همین چیزو داریم، مزدکیان اگه اشتباه نکنم داریم، که اینو درخت میکاردشون تو زمین. آره 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 پاش. آره آره بگو بگو. ولی این 100,000 تا داره میگه. کسایی که کمونیستی بودن و اینو درخت کاششون تو زمین. ولی اون 100,000 تا رو نمیدونم از کجا آورده. یه تعدادی بودن که به دین مزدکیان گرویده بودن و خدمت عرض بکنم که بعد از اینکه میرون ملاقاتی میکنن با شاه، میگن که خود آقای انوشیروان هم بعد به این دین بیاد. بعدش حالا اون موقها و موبدان میرن و ادله خودشونو میارن که این آقا داره چرت میگه، بعدش تو چشم شاه هم منظور میشن. به انوشیروان میگه که آقا میخوای هر کاری، میخوای هر بلایی، میخوای سر اینا برو، اینا واسه خودت برو هر کاری میخوای بکن. باشه، اینم انوشیروان میره این درخت میکاره تشون بزن. این مثلا کار بده انوشیروان. آره و خود طرف هم میاره نشونش میده اون مزدک درسته میگه، و اون یارو از ترس خش میکنه. آره میگه این باری که این چیزی که کاشتی اینم میوهش، برو برداشت کن. آره یعنی وقتی که مزدک میاد ببین، بعد خودش هم میندازه تو زندان و زشکش میکنه مزدک، درسته؟ چیزی که من شنیدم مزدک هم این همونو میکاره تو زمین. آها نه، من یه چیز دیگه شنیدم. ولی بذارید، ولی 100,000 تا فکر نکنم اون موقع 100,000 تا. وای 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 چه میگه، همین داستانه یا یه داستان دیگه از جهادی مثلا از پشت داره یه داستان دیگه؟ بذار من یه عکس نشون بچه‌ها بدم که این که کاش آدم ها رو میکشتی تو زمین جرنشی بوده. نه مزدک خودش رو نکشت تو زمین، مزدک رو به پا آویزون کرد. فکر کنم این عکسش اینه، اونو کاشته رو هوا. آره آره اینا ببین، این the first okay, okay. آره مزدک and... آره ببین این آدم ها رو سرشون رو یعنی زنده نصفه زنده به گورش رو کرد، یعنی انگار که وقتی که مزدک اومد ببینه تمام پیروانش رو، انقدر صحنه وحشتناکی بوده به خاطر اینکه مثلا یه مزرعه بوده که یه پاهای از زمین زده بود بیرون و مردم سرشون تو زمین بود و یک مثلا یه مزرعه گنده ای از کلی پا تو هوا بود که اینا زنده به گور شده بودن ولی پاشون تو هوا بود. عجیبه بود این طرف کشتنش. و این خیلی معروف شد، این صحنه خیلی معروفی شد. طرف هم انقدر شوکه شد این رو قش کرد افتاد رو زمین، بعدم خودش هم زرش کش کرد. و چیزه اینا، حالا ما میگیم کمونیست، جدی نگیر اینا، اینا با کمونیست خیلی فرق داره، ولی مزدکیان رو خیلی عقایدش رو شباهت میدن به کمونیستا، کمونیستا امروزی. میدونم دقیق نیست این حرف، ولی خب میگن. من حالا بذار ببینیم خودش بفرمایید. فقط زنش با هم دیگه متفاوته، چون تو مزدکی زنم باید تقسیم میشد، اینا آره. کمونیستا زنش رو فقط دیگه برداشتن. آره آره، مزدکیان به این باور بودن که زنهامون رو باید البته گفتم آره زنها رو باید به اشتراک گذاشت، یعنی این زن من اون زن توی نداریم،
زن تو زن ماست اینجوری 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 فکر کرد. البته نمیدونم این خبر هم نادر بودن چی؟ چی شد؟ بار بودن دیگه. صدات بده. صدات بده قسم رباتی بودی راست. دیگه با هم نادر بودن، راحت بودن. آره راحت بودن. اورجی داره. ببینیم چی دیدن همه برادران و برادرزاده های خود یه آدم به شدت خونریز بوده. یعنی اصلا شما نگاه کنید تو شاهنامه، خود شاهنامه، حالا بذار شاهنامه که تاریخ حساب نمیشه، ولی حالا این انوشیروان چیزه واقعا عادل بهش میگفتن، عادل که نه به نظر نمیرسه بوده با این نحوه رفتارش. آره انوشیروان میگن عادل به خاطر اینکه در اون دوران خب یه سری نو اندیشی ها داشته، یه سری کارا کرد. میگم مفصل میشه در مورد انوشیروان صحبت کرد، خیلی کارهای بزرگی کرد تو کشور که اثراتش تا بعدها هم موند، بقیه کشورها هم گسترش پیدا کرد اثرات و کارهایی که انوشیروان کرده بود، آثاری که داشت در زمینه اجتماعی چه در زمینه لشکری. آره ولی معلومه که طرف چیزه، یعنی شاه دیگه، یعنی شاه ها از این کارا میکنن. خب یعنی من نمیدونم آیا مردم ایران تعصب دارن رو انوشیروان، یعنی میان بگن که نه به شاه ایرانی هم چیزی نگو. مثلا اون تعصبی های ملیگرای تعصبیشون هم مثلا روی کوروش بخواد تعصب داشته باشن و چه میدونم داریوش ممکنه تعصب داشته باشه دیگه، همین دیگه. دیگه تعصبیشون اینه دیگه، کارن اینجا سیاه آخرشه دیگه، تقریبا آقای کارن آخر تعصبی ملیگراستی خودش الان میگه به چی تعصب. آره آقا کارن به ما بگو کسی رو انوشیروان تعصب داره که ما بخوام مثلا بیان از استفا کنیم. آقا خیلی از آخون شما حرف درست شنیدید. اوکی. آره نه این باید اگه میخوای ببین حتی میخوای گیرم بدی به مقدسای این ملی گرایان متعصبی برو کوروش بزن، اینا رو اینا کسی نمیاد بخواد بگه یقه پاره بکنه که ازشون دفاع کنه. شدت خونریز بوده، یعنی اصلا شما نگاه کنید توی شاهنامه، خود شاهنامه اوورده نسخه معروف همون تو چاپ مسکوش عدد 100 هزار نفر ذکر شده، منبعش رو نگاه بکنید. بابا شاهنامه که سند تاریخی نیست، شاهنامه اسطوره است. بره به شاه، خب برو دنبال ضحاک هم بگرد اگه داری تو شاهنامه برای تاریخ نگاه کنی. برو ضحاک ماردوش هم حتما یه شخصیت تاریخی بوده. تو کتاب تاریخ کامل ابن عسیر نیست دقیقاً 100 هزار نفر ذکر شده. بعضیا مثلا تو اولوش من تاریخ نمیدونم ولی 100 هزار نفر فکر نکنم باشه. اون موقع 100 هزار نفر خیلی زیاد بوده. 100 هزار نفر برای جمعیت اون زمان ایران، من نمیدونم 100 هزار نفر رو چجوری تونسته پیدا بکنه اینجوری اعدام بکنه. انگاری مثلا الان 100 میلیون نفر رو بکشی یا چیزی. آره خیلی عجیبه، من فکر نکنم این دوره حالا نمیدونم آیا سند معتبری یا نه، ولی من شک دارم، من به شدت شک دارم به این عدد. نمیخوام ازش دفاع کنم، شاید مثلا یارو اگه 10,000 نفرم اینجوری کشته باشه آدم بیرحمی بوده. حالا چه بخواد 10,000 نفر، یعنی من اگه میگم 100,000 نفر شاید نبوده، نه اینکه بخوام بیام بگم که مثلا طرف آدم خوب بوده، شاید طرف عوضی هم بوده، ولی خب شما 5,000 نفرم اینجوری زشت کش بکنی آدم گوی هستی. 80,000 ایرانی هم ذکر کردن تو نیم روز انقدر آدم رو کشته، این هم سندش. من که نگفتم، من نمیشه تو نیم روز 100,000. ببین اصلا رکورد شکنده توی یک نیم روز. ما بدون هیچ چیز تاریخی، تخصص تاریخی، الان به این پژوهشگر تاریخی که این کتاب نوشته بهش میگم گو نخور. توی نیم روز 100,000 نفر رو کشته. بابا ناتسی ها هم که وقتی تونستن کارخونه آدم کشی را انداختن و یعنی مؤثرترین کارخونه آدم کشی دنیا رو ناتسی ها توی پولند داشتن، خب توی پولند چی میشه؟ لهستان درست کرده بودن، خب و اونها هم نمیتونستن توی نیم روز 100,000 نفر بکشن. این چه جوری باشه؟ یعنی با قطار میوردن سر موقع، یعنی میبردن تو اتاقای گاز ریز ریز اینو در آورده بودن که بتونن سریعتر از هر سیستمی تو جهان آدم بکشن. هیچ وقت هیچ سیستمی به این موثری ماشین آدم کشی نتونسته بسازه. 100,000 نفر میشه ثانیه ای 3 نفر، در هر ثانیه 3 نفر باشه. البته همه رو که یه نفر نمی کشته، نه کافیه 100 تا حضرت علی داشته تکبر باشه.
نه ببین شما وقتی که ناتسیا با اون قطارشون و با اون کوره های آدم با گازشون و با اون نظم به این شدیدشون اونها نمیتونستن توی نیمرو 100,000 نفر بکشن، شما چجوری با شمشیر با دست آدم میخوای سر رو توی نیمرو 100,000 نفر آدم ها یکی یکی بکشی؟ من نمیدونم تو جنگ داره میگه یا داره اعدام میگه. 100,000 نفر از آزدکن رو و به دار زد. نه جنگ که نبوده، جنگ نبوده، جنگ نبوده. یه کسی بره این تاریخ شناس رو بره چیزش رو مدرکش رو ازش بگیره. من که این سواد تاریخی ندارم میتونم بره بگم این چرته چرته. باب مومن اینا میشه. بعضی ها مثلا تو اولوش یه زد کمده هشت چی؟ بمبی حتی مگه آمریکا نزد تو هیروشیما و ناگازاکی 35,000 نفر مردن از 100,000 نفر؟ خیلی 100,000 نفر. بچه روی یوتیوب اگه میگین تصویرم بده مشکل از اینترنت شماست. من 4K کردم، برای همین شاید شما حجم اینترنتتون نمیخوره. میتونین کیفیت یوتیوب رو بیارید پایین. اگه کیفیت رو بیارین پایین اون وقت بهتر میبینید که جریان چیه. بذارید من خودم کیفیت رو اینجا بیارم پایین. دیتا سیور. اوکی. خب بریم جلو. 80,000 ایرانی هم ذکر کردن تو نیم روز انقدر آدم رو کشته. این هم سندش. من که نگفتم، من اینو شاهنامه بخونیم به جای قرآن سر سفره افسید. خود اینجا ذکر کرده، ما که نگفتیم که اینقدر میگن آدم عادل و دادگری بوده. آدم به شدت خونریز، به شدت خون. پاس آنی این بود چرا اینقدر به شقیقه رفت میده؟ این که اگر کسی بر فرض گفته شاهنامه رو به جای قرآن بذارید توی سفره حفصین، دلیل میشه شاهنامه معتبر باشه اسناد تاریخی یا حرفایی که زده سند تاریخی باشه؟ آره دقیقا. من فکر میکنم آیا کسای بچه ها کسایی که شما فردوسی رو میذارین توی حفصین، آیا به این دلیل میذارید که حتما سند تاریخیه؟ یعنی میگین این یک کتاب تاریخیه و اگه این کتاب تاریخی نبود شما نمیذاشتینش رو حفصین. تو یه بار دیگه گوش کنیم راست میگه اینجوش خوب. بچه میگن صدا خوبه. صدا مهمتره، صدا رو بچسبید. خب بذارید ببینیم. اینقدر آدم رو کشته، این هم سندش. من که نگفتم، من اینو شاهنامه بخونیم به جای قرآن سر سفره افسید. خود اینجا ذکر کرده. ما شاهنامه بخون بچه‌ها. خب من یه چیزی بهتون میگم، خوندن هری پاتر بهتر از خوندن قرآنه. خب هری پاتر خب کتاب خوبیه، بهتونم یه سری، البته اخیرا فهمیدم که نه، یه کتاب دیگه رو بگم، یه کتاب داستان خوب بگی. Lord of the Rings. خب Lord of the Rings کتاب بهتری، ارباب حلقه ها، اون کتابا کتابای بهتری از، زیباتر از قرآن نوشته شده. خب برای بچه ها هم بهتره خب از قرآن اگه کتاب ارباب حلقه ها رو بخونن. خب و اگه من بگم این کتاب خوبیه، آیا به این معنی هست که من دارم میگم ارباب حلقه ها واقعا یه واقعیت تاریخی بوده که اتفاق افتاده؟ برادران بگو مایک باز میکنه. برادران کارامازوف، ببخشید برادران کارامازوف رو بخونن، از قرآن خیلی بهتره. هم توش داستان تقابل خدا باور و خدا ناباور داره، هم بسیار متن زیبایی داره، هم عمرن اگه تونستین مثل اون بیاد. ببین چقدر این رو خنگه ها، کسی که کلاس مغلطه گذاشته روی یوتیوبش فکر میکنه که چون مردم شاهنامه رو میذارن روی توی سفره حفصین و میگن از قرآن بهتره، به این معنیه که فکر میکنن اسطوره های توی شاهنامه واقعیت تاریخیه. یعنی باید چقدر چیز خل باشی. میخوام فوش ندم، نمیشه. یک بچه به من واژه بدی لطفا که من اینقدر فوش ندم، واژه بهتر بدی. میگردم دنبال واژه مناسب، چون مایا، من به مایا گفته بودم فوش میخوام ندم. چقدر باید بیشعور باشی؟ شیرین عقل، بگو شیرین عقل. شیرین عقل، من دست در نکردم. چقدر باید شیرین عقل باشی؟ شیرین عقل چرا، اینکه قشنگه. حالا باش. ولی فکر کنی چون مردم ایران، مردم ایرانی که شاهنامه دوستن به عنوان سند تاریخی به شاهنامه نگاه میکنن. آلت پریش میگم احمق قوی نیست، احمق خیلی عادیه. مشنگ خوبه. کودن مشنگ خوبه. یه مطلب دیگه ای که هستش اگه اجازه دارم، شاهنامه رو که نمیخوایم قوانین و قواعدش رو برای حال حاضر اجرا بکنیم که،
ولی قرآن اینا میگن برای حال حاضر باید اجرا بشه. بعدم حالا بعضی ها گفتن بله بعضی از قسمت های شاهنامه تاریخ، بله هنر همینه، فرم همینه، یک هنرمند اینه که بعضی از چیزاش تاریخی بوده، بعضیاش نبوده، بعضیاش بوده، یک قسمت هایشو آورده، یک قسمت هایشو تغییر داده. این که اگر یه جایی تو شاهنامه یه چیزی گفته که تو تاریخ هم بوده، دلیل نمیشه که کل شاهنامه سرند تاریخی باشه. یعنی خیلی واضحه، نیاز به گفتن نداره. ما کلی پیشنهاد گرفتیم الان روی یوتیوبمون. ما سرم بگیم پنجای گوگل مجموع دوم بار شده باده کندگیش که دمشم بد نیست. آره صدات بده امروز قاسم، ولی ما الان یه 50 نمونه از چیزهایی که میشه گفت به جای کسمشنگ و اینا. من بازم گفتم ببخشید بیادب شدم، به همون مردم به همون پیشنهاد کردن دستون در نکنن چه کردن تو نیم روز اینقدر آدم رو کشته. این هم سندش، من که نگفتم، من اینوی شاهنامه بخونیم به جای قرآن سر سفره افسید، خود اینجا ذکر کرده. ما که نه ببین بچه ها، پس ضحاک هم شما که میگید شاهنامه چیز خوبیه و میذارینش سر سفره افسید، خب شاهنامه هم میگه که ما یه شاهد بوده که دوتا مار هستیشون هستیشونش در میاده. خب شما که شاهنامه رو بذاری سر افسین، شما اینو بیان توجیه بکنید از لحاظ بیولوژیکی چجوری میشه مار از تو بدن یه انسان در بیاد. خب شما اگه شاهنامه رو دوست نداری پیشگویی بوده اون، اتفاقا اگه یه جای تاریخی داشته باشه اونم تاریخ آینده توی شاهنامه همین داستان ضحاک مار به دوشه که شیطان اومد بوس کرد رو سر دوتا شونشو و این چیزا مارا در اومدن که استعاره است. ولی خب اتفاقایی که افتاد این که یک عرب بود ضحاک و این خیلی شبیه امروز ایرانه. ای بابا الان فردوسی هم نجات ستیز هم کردی اینجا برای ما، دست در بکن بریم جلو. مسئله شاهنامه چی؟ مسئله اجدها هم هست، این اجدها کجا؟ آه راست میگه، اجدها داره، دیو داره بچه، دیو داره، شاهنامه دیو داره. این دیوها باید واقعیت تاریخی داشته باشن بر اساس استدلال این آخوند. نیم روز اینقدر آدم رو کشته، این هم سندش، من که نگفتم، من اینوی شاهنامه بخونیم به جای قرآن سر سفره افسید، خود اینجا ذکر کرده. ما که نگفتیم که اینقدر میگن آدم عادل و دادگری بوده، آدم به شدت خونریز، به شدت خونریز. که البته اینم بگم این با بالاخره مزدکیان یه ذره چپ میفته، به خاطر با مزدک یه ذره دچار مشکل بوده، کل طرفداراش رو میکشه. چجوری هم میکشه؟ واقعا وحشتناک به شکل خیلی واقعا. عکسش هم خدمتتون نشون میدم که بعضیا رو با کله فرو میکرد داخل زمین، اونجوری میکشتتشون. خودش زده دیگه، سر و ته کردن همه مخالفان و کشتن هزاران هزار ایرانی با این روش.